بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده و شنونده برنامه فقه روز از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید، سلام علیک و رحمت الله و برکاته. وقتتان بخیر، امیدوارم هستم خوش باشین و 18مین روز روزه ماه مبارک رمضان تا ایدم خوش گذشته باشه، بقیه روزتان هم خوش باشه و از شر تمام بلاها مخصوصا از شر کرونا همه در امان باشین و باشیم. خوشحال هستم باز همه بشیر سیرت با یکی دیگر از برنامه های فقه روزه تا ساعت 5:30 بگونی نش مستقیم در خدمت قرار دارم. جناب آقای دکتر احمد نور واقف استاد دانشگاه مهمان ما هستن. اولین تماس به گوش ما میرس اگه همکارا با ما وصل کنن. خب تماس قطع شد. به هر حال پوزش از بیننده و شنونده ما 0202209 را در روی صفحه تلویزیونتان میبینین، تماس بگیرین به برنامه و سوالی که دارین بپرسین. جناب استاد هستن پاسخ میگن. حضور شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدین جناب استاد. شما سلامت باشید. تشکر استاد. دیروز سوالی داشتیم، یکی از خواهرها پرسیدن، فرصت تمام شد، در مورد سقط. گفتن در بعضی از شفاخانه ها و شاید هم حد اکثر شفاخانه ها زمانی که عمل جراحی سقط صورت میگیره، طفلی که با عمل بیرون میشه اینه در یک سطل باطلدانی به اصطلاح مندازن و ارزش کرامت انسانی ازی پامال میشه. شما نظر خواستن که بالاخره سرنوشت این طفل در روز آخرت چی میشه و آیا انجام این گونه یک عمل، یعنی پامال کردن ارزش یک انسان، ارزش یک انسان پامال کردن، آیا این مورد بازخواست قرار میگیره یا نه؟ بفرمایید. در این مورد خب دو صورت وجود داره. یک صورت است که یک طفل به وسیله عمل جراحی خارج ساخته میشه، آثار حیات و زندگی به سر صورت از دیده میشه، یعنی حیات واقعی و حقیقی داره. در این صورت خب کاملا مانند یک انسان 100% زنده با او برخورد صورت میگیره. یعنی اگر او یک لحظه هم زنده بوده، آثار حیات دیده شده، باید تجهیز شود، تکفین شود، بالایش نام گذاشته شود و مانند یک انسان کامل مراسم تجهیز تکفین از او به صورت که در فقه و شریعت اسلامی وارد شده باید ادا شود. مورد دوم صورت است که او زنده به دنیا نیامده، چه انسان کامل بوده، چه پارچه گوشتی بوده، چه ناقص بوده، چه 5 ماه، 6 ماه، 7 ماه یا کمتر بیشتر. در این مورد فقها ها دیدگاه واضح و روشن داره. شریعت اسلامی میگه که من حیث یک عضو محترم یک انسان و با حفظ کرامت انسانی در جای محترمانه مدفون شوه، اما اجرای مراسم تجهیز و تکفین آنگونه که به یک انسان زنده و کامل صورت میگیره او بر بالایش واقع نمیشه. از این لحاظ حرمت و کرامت انسانی از لحظه که نطفه در رحم جاگزین میشه، او کرامت انسانی باید در قسمت نطفه و بعد تو زمانی که به یک علقه تبدیل میشه و پاچه گوشت میشه و استخوان تشکیل میشه، در تمام از این مراحل لازم الاجرا است، باید حفظ شوه، رعایت شوه، کرامت انسانی حفظ شوه، نگهداری شوه. کسایی که مرتکب ای عمل میشن از لحاظ شرعی ای عملشان کار نادرست است، جرم است. در چه زمانی نادرست است جناب استاد؟ فرض کنید اگر حیات مادر در خطر بود و یک گونه عمل صورت گرفته، این صورت هم میتونه جرم باشه. خب دو بحث داره. یکی بحث نفس سخت است، بله، یکی بحثی که ما با طفلی که سقط میشه چه برخورد میکنیم. ما بحث ای بحث دوم مطرح ساختیم که نفس ای که او پاچه گوشته یا او طفله غیر محترمانه در آشغال مندازن، جای نادرست مندازن، جای ناپاک مندازن، ای کار نادرست است، کار ناجایز است. نفس سقط او بحث بسیار فاصله طولانی داره. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین، تماس میگیریم. بلی فرمایید. سلام علیکم در خدمت جناب شما و جناب حضرت استاد تقدیم میکنم. سوال ما از جناب استادی است که قسمی که ما به طرف روز 19 ماه مبارک رمضان تقرب میکنیم و همچنان به طرف دهه اخیر، و گفته میشه که شب قدر در دهه اخیر یا در روز 19 یا در شب 19 ماه مبارک رمضان باید جستجو شود، اما نظرات این قسمت مختلف است. لطفا جناب استاد در این مورد روشنی پرتند. بسیار تشکر. خب استاد، از دیروز ما هم سوالی داشتیم، یکی از بزرگوارا تماس گرفته بودن که در افغانستان بنابر
عدم استقلالیت و مواردی که خودشان یاد کردن که دو ساعت من در جریان هستن، نماز جمعه نمیشه چون ما استقلال نداریم، سرنوشت ما را بی‌نها تعیین میکنه و بالاخره موارد دیگه که نیاز به ذکر نیست. نظر خواستن دیروز امروز میشه شما پاسخ بگید؟ خب یکی خو موجودیت یک نظام سیاسی مستقل اسلامی مستقل به عنوان یک آرمان، آرزو و یک حرکت فعال و فکری این در ذهن و فکر همگی ما هست بله. که باید به این روز برسیم و روز روز واقعا ایدئال و امو فکر عالی ماست که شاید جشن واقعی و حقیقی ما امروز خواهد باشه که ما یک حکومت اسلامی مستقل از هر نگاه داشته باشیم. نکته دوم شکی نیست که از لحاظ سیاسی ما وابستگی ها، تعلق و روابطی را داریم و جهان امروز و جهانی شدن امروز هیچ کشوری را در دنیا بدون داشتن رابطه و تعلق سیاسی به کشورهای قدرتمند، همسایه و دور و نزدیک نمیگذاره. این یک به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر در جهان امروز تبدیل شده. ما از این لحاظ که یکی که موضوع جهانی شدن مطرح است، دوم روابط و گسترش تعلقات تجاری، سیاسی و روابط بین الملل مطرح است و نکته سوم که واقعا ما از لحاظ استقلال سیاسی مشکلات خود داریم که در تلاش ازی باشیم هر کدام ما من حیث یک مسلمان متحد و باورمند برزش اسلامی که ما استقلال سیاسی خود کسب کنیم، اما مشکلات خود داریم. اما فراموش نکنیم که این مشکلات به حدی نیست که ما بیایم جسارت به خرج بدیم و بگوییم که نماز جمعه نمیشه. بله. شاید به عنوان یک نقطه ایدئال با این فکر بکنیم که اینطور شرایط ایجاد شود. بله. اما فراموش نکنیم وقتی که ما تصور میکنیم که حاکم و زعیم مسلمان ما مانند حضرت عمر یا عمر ابن عبدالعزیز باید یک حکومتی داشته باشه، ما حداقل خود من حیث خبیب و بلال و صهیب و سلمان فارسی خود آماده بسازیم که توقع کنیم که خلیفه ما، حاکم ما باید مانند عمر ابن عبدالعزیز، عمر فاروق باشه. شرایط همین گونه است. همگی ما مشکلات خود داریم و مخصوصا زعما، حکام ما مشکلات بیشتر دارن، مسئولیتشان بیشتر است، سنگین تر است، فساد وجود داره، ناهماهنگی وجود داره، استقلال 100% وجود نداره. اما با همه حال ایج وقت مانی برگزاری مراسم دینی ما در کشور اسلامی در شهر ما کس نشده. ما در شهری که زندگی میکنیم آزادانه مراسم دینی خود انجام میتیم، آزادانه به معاملات خود میپردازیم. البته در ساحه تطبیق حدود و احکام اسلامی در عمل مشکلاتی وجود داره، نه در قوانین ما صراحت داره، حد سرقت وجود داره، حد رجم وجود داره، شرب خمیر وجود داره، حدود مکمل توضیح شده. یکی در صحیح عمل ما مشکل خود داریم، فساد وجود داره در دستگاه عدلی و قضایی و مراجع تنفیذ قانون، این بحث جداگانه است. اما نفس موجودیت یک نظامی که در زیر چتری از او احکام اسلامی به صورت آزادانه انجام میپذیره یک حقیقت انکار ناپذیر است و با در نظر داشت فرضیه نماز جمعه مشکل شرعی نداره، باید نماز جمعه باید خوانده شه. بسیار تشکر. صد سلامت باشین. تماس میگیریم. خب شما بیننده و شنونده برنامه فقه روز از شبکه جهانی تلویزیون خورشید هستید. از همکارای بخش صدا میخوایم که در آغاز صحبت های جناب استاد تماس پاسخ نگویند که چه بهتر. سوالی داشتیم قبلا جناب استاد در مورد شب قدر برادری پرسیدن. خب شب قدر به اساس صراحت قرآن کریم که قرآن کریم از او صحبت کرده که ما قرآن در شب قدر نازل کردیم و شب قدر شبی است که از هزار ماه که در اون شب قدر وجود نداشته باشه فضیلتش، پاداشش بیشتر است. وقتی گیر ما به اساس اعداد ریاضی ضرب بزنیم به سال، 83 سال و چند ماه میشه. شب قدر از جمله فرصت ها و چانس های طلایی در زندگی یک انسان مسلمان است و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دستور میده که شما شب قدر جستجو بکنی و کسی که شب را پیدا کرد معنایش است که تمام دروازه های خیر و سوی از او باز شده. قول جمهور علمایی است که شب قدر در رمضان مبارک است. ترجیحاً
این شب قدر در دهه اخیر ماه مبارک رمضان است و ترجیحاً در شبهای تاق دهه اخیر ماه مبارک رمضان است که از 21, 23, 25, 27 تا 29 و ای که حکمتی که پوشیده گذاشته شده به خاطر است که بنده ها بیشتر جستجو بکنن، بیشتر تلاش بکنن، بیشتر با مسابقه در عبادت و بندگی پروردگار رو بیاورند تا این شب قدر جستجو بکنن. بهترین فرصت ها در خدمت ما است، دهی رهایی از آتش جهنم، دهی که شب قدر وجود داره، تلاش بکنیم، جستجو بکنیم تا این خیر، این برکت، این فرصت و این چانس طلایی را در زندگی از آن خود بکنیم تا از خیر و برکت از این محروم نشیم. بسیار تشکر، سلامت باشین. خب تماس میگیریم. بله فرمایید. بله بله سلام علیکم. بله خوب هستین؟ سلامت بفرمایید خواهر. سلام به مولایی سلام تقدم میکنم. یک سوال داشتم از مولایی سلام، همین یک سوال چه دختر. تشکر، سلامت باشین. سوالی بود روزای اول هم بهش پرداخته بودیم، جناب استاد پاسخ میگن. بفرمایید استاد. خب سن و سال معیار نیست، معیار بلوغ است. شریعت اسلامی احکام شرعی خود وجوبشه، لزومشه، مبنایش بلوغ قرار داده، عقلمندی، عاقل شدن و بالغ شدن. بالغ شدن در پسرها و دخترها علائم و نشانی های خاص خود داره که از لحاظ حقوقی خب مشخص است که قوانین افغانستان سن 18 سالگی را سن تکمیل تصرفات حقوقی و مالی میدانه. بله. اما در شریعت اسلامی معیار بلوغ است و این بلوغ با در نظر داشت نشو و نمای هر فرد، شرایط مالی و اقتصادی و زندگی خانواده ها، محیط و منطقه، این موضوعات تاثیر خود میگذاره که کمی متفاوت میباشه. هرگاه دخترها مریضی ماهوار میبینن و پسرها هم به سن سالی برسن که علائم نشانی ها داره که سبیل یا برود دیده شوه یا به مرحله احتلام برسن، این مراحل مراحل علائم و نشانی های بلوغ است. این مرحله است که باز احکام شرعی متوجه میشه که یا باید روزی خدا بگیرن. معمولا سنای 14 15 16 تفاوت میکنه. تشکر، سلامت باشین و باز هم تماس. بله فرمایید. بله سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. به نیابت از جام صاد بفرمایید خواهر. بله میشنوید؟ بفرمایید خواهر جان، بفرمایید. سلام بیادر بختم به جناب مولای سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ شما بسلامت، بفرمایید خواهر. شما بسلامت، بفرمایید خواهر. یک چند سوال داشتم بیادر مولای سلام که بیادر مکان عملیات کردم دیگه شخص ممیشه، مگم زوزا گرفتم دیگه سری چپرکتی تا پای ما دراز میگیرم نماز میخوانم، مگم پشانی میته در جای نماز نمیخره، آیا نمازی ما میشه؟ دیگه سوال دیگه هم که قرآن شریف من مشکل دارم، وضو قدر نمیدانم، قرآن شریف وضو دارم میداشته باشم میگیرم، نمیداشته باشم از طریق تلفون دیگه تلاوت نمیکنم، اما تا میخواییم که یاد بگیرم، میتونم که تلفون وضو نداشته باشم اما تو بخوانم. خب از دیگه تلفونتان درست؟ دیگه هم قرآن شریف میخوانم. از طریق تلفون میخوایی یاد بگیری؟ سوال دیگه هم بیادر دیگه سوال دیگه هم بیادر که آنو قرآن شریف هم میخوانم آنو پس از یادم میره. خواه از یادت میره. بله بیادر قرآن شریف هم میخوانم پس از یادم میره، هیچ در یادم نمیمونه دیگه، پس خانده ایم پس میخوانم یادم میره، یاد کدام سوره ای کدام دروزی کدام چیزی هست که من بخوانم هم قرآن شریف هم یاد بسیارم. بسیار زیاد تشکر، ساعت سلامت باشین خواهر گرامی. استاد در مورد اعتکاف یکی از خواهرها پرسیده بودن در صفحه فیسبوک اسلام و قرآن که چه زمانی باید بنشینیم. بسیار یک مقدمه بگوین کوتاه خیر باشه، باز انشاءالله در برنامه بعدی به شکل مفصل روش صحبت خواهد کردیم. خب اعتکاف مسنون که در دهه اخیر ماه مبارک رمضان است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شخصا تا اخیر عمر ایره ترک نکردند و بعد از رحلتشان ازواج مطهرات ایره ادامه دادند. این اعتکاف مسنون در 10 روز اخیر ماه مبارک رمضان است. آغازش از روز از شب 21 ماه مبارک رمضان شروع میشه، یعنی اگر امروز 20 باشه از امشب بشه، امشب یعنی قبل از غروب آفتاب
معتکف داخل مسجد شد. یعنی افطار در مسجد خود افطار در مسجد بکنه. و اگر خانما هستن طبعا در قسمتی از منزل خود اون جایی که میشن نماز میخوانن یک جایی رو تخصیص بدن برای اعتکاف خود اونجا باید بنشینن و قبل از شام اموجا دیگه آغاز اعتکافشان از شب 21 ماه مبارک رمضان شروع میشه تا ختم روزه شب عید بله. زمانی که شب عید داخل میشه یعنی رمضان ختم میشه ولی اگر 29 یعنی در 29 اگر 30 پوره 30 پوره باز ختمشان فقط شب عید میباشه که اعتکاف مدت اعتکاف مسنون رو پایان میده سلامت باشین امشب شب 19 استاد فردا شب شب 20 که روز سه شنبه شه یعنی روز چهار شنبه کسایی که میخوان اعتکاف بشنن دیگر غروب قبل از غروب مسجد افطار در مسجد بکنم یا در جای مخصوصی که برای اعتکاف بسیار زیاد تشکر خواهر پرسیدن که بنا بر مشکلی که دارن نماز در سر چپرکت میخوانن و بالاخره پیشانیشان به سجدگاه نمیخوره نماز میشه نمیشه پیش از اینکه پاسخ بگیریم یک تماس بگیریم استاد فرصت طولانی منتظر موندن بله فرمایید بله بله سلام علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید خواهر شما به سلامت خواه تشکر سلامت باشین همکارا فرصت داریم یا فرصت وقفه است خب ادامه فقه روزه پس از وقفه خوش آمدین فقه روزه را به گونه نشر مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید دوستان عزیز صفحه فیسبوک ما را زیاد نبرین اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی نوشته کنین تمام برنامه ها در صفحه آپلود شده ختم نشر و شماره تماس واتساپ 0782224710 استاد در مورد نماز مریض سوالی از خواهر داشتن مطرح کردیم خب در شریعت اسلامی تکلیف به قدر توان بر بالا انسان لازم است اما مقداری که انسان توان داره به اون اندازه مکلف است وقتی که انسان صحتمند است تندرست است سالم است نماز به اون شرایط و آداب ارکانی که لازم است باید ادا بکنه رکوع سجده قیام و بقیه ارکان اما زمانی که انسان مریض است ناتوان است به اون اندازه که توانش است به اون اندازه باید نماز خود ادا بکنه پس اگر قدرت رکوع و سجده وجود داره رکوع و سجده فرض است لازم است و اگر نداره به اشاره ادا بکنه و تا زمانی که انسان سر عقل و هوش است و میتونه به اشاره نماز خود ادا بکنه نماز لازم است به اون شکل اشاره باید نماز خود بخوانن بنان تشویش زیر نکنن که سرشان به سجده نمیخوره به زمین نمیخوره اما مقداری که در توانشان است اون مقدار تکلیفشان کفایت میکنه تشکر در قسمت یادگیری از طریق تلفن گفتن چون مشکل است موضوع نمی داشته باشم از طریق تلفن میخوام یاد بگیرم خب بحث دست دادن به قرآن کریم و اساس صراحت آیات قرآن کریم لا یمسه الا المطهرون برای دست دادن مصحف طهارت وضو ضرور است لازم است شرط است بدون طهارت انسان قرآن دست زده نمیتونه اما نفس خواندن و قرائت کردن قرآن مشکل نداره از این لحاظ هر وقت که انسان میخواد قرآن کریم دست بزنه مصحف باید وضو داشته باشه اما یا که آرزوی یاد گرفتن خواندن و قرائت قرآن کریم دارن اما در این حال اکثر وقتا میگه وضو نمیداشته باشیم یا نگاه کرده نمیتونیم انت از طریق موبایل این میتونن مشکل خود حل بکنن چون موبایل در حکم مصحف نیست در این حالی که میتونن تلاوت بکنن دست بزنن و قرآن موبایل مصحف حساب نمیشه بنان طهارت اگرچه بهتر است که داشته باشن ولی شرط نیست سلامت باشین تشکر خب در قسمت عادت ماهوار سالی داشتیم که قرآن خوانده میتونن قرآن خوانده میتونن یا نمیتونن بله خب در این مورد دو دیدگاه وجود داره یک دیدگاه جمهور فقها میگن که شخص حائض و شخصی که در زنی که در حالت حیض قرار داره در حالت نفاس قرار داره حکم شخص جنوب داره شخصی که در حالت جنابت قرار داره نمیتونه قرآن کریم تلاوت کنه و دست بزنه بنابراین این عرصه داره یک حکم هستن که باید اجتناب بکنه اما امام مالک رحمت الله علیه و یک روایتی از احمد بن حنبل ای است که اینا میگن جنابت با حالت حیض نفاس فرق میکنه جنابت گاهی به انسان پیش میشه پس در او حالت باید اجتناب کنه دوری بجوید و نمیتونه قرآن کریم تلاوت کنه و دست بزنه
اما شخص زنانی که در حالت حیض و نفاس قرار دارن چون این تکلیفشان همواره پیش میشه بنانی برایشان یک عذر است و در احادیث به صراحت ذکر نشده جز یک روایت که روایت یا تضعیف میکنن میگن روایت ضعیف است بنان یا میگن که زن حائضه و نفسا میتونن قرآن کریم تلاوت کنن یا در حکم مانند شخص جنوب نیستن این برایشان عذر است میتونن که تلاوت بکنن آه. اما جمهور فقها میگن که ارسیش یک حکم داره باید اجتناب سلامت باشین تشکر تماس میگیریم بله فرمایید بله آواز ما دارین؟ بفرمایید آواز شما است بفرمایید السلام علیکم برادر علیک السلام و رحمت الله بفرمایید بفرمایید محترم روز داد بلی و بخیر گذشت برادر ما یست که در خانه ما نفر است قرآن شریف میخواره بکنی اشتباه اگر دیش اشتباه میخواره اگر ما او را بویم که اگر اشتباه میخواره خیر میکنه بفرمایید نم کار امی تماس قطع کنین دوستا زمانی که تماس میگیرین لطفا شما برین به طرف طرح سوال شما منتظر هستین که ما از طریق تلفن گپ بزنیم و شما از طریق تلویزیون آواز تان بشنوین و در حالی که صدها و هزارها بیننده ممکن امی لحظه منتظر باشن تا تماسشون برقرار شه و مشکل خود طرح کنن با ما استاد در مورد گفتهای پیشترتان یعنی برای بیننده عام دیگه یعنی امو چی کنن بخونن یا نخونن اونا همیشه کار دارن که از روی دعوت محور قرآن کریم تلاوت کنن نکنن خب اگر بحث تعلیم و تعلم باشه بله. یک خانم من حیث استاد من حیث مربی کار میکنه یا من حیث یک شاگرد در یک جا قرآن کریم یاد میکنه یا میخوانه به خاطر که پروسه تعلیم و تعلم عقب نبیفته به خاطر که از تعلیم و تعلم باز نمانه به خاطر که از این فضیلت محروم نشه حداقل ما میتونیم به دیدگاه امام مالک رحمت الله علیه برایشان اجازه بدیم که تلاوت کنن بخوانن اما در حالات عادی باز در اون حالت احتیاط بر عمل به قول جمهور است بله. که اجتناب کنند تا زمانی که پاک میشن بعد از پاسخ سلامت باشید کاملا واضح شد 0220-1290 سیر تماس بگیرین سوالی که داشتین بپرسین جناب استاد هستن و به سوال شما پاسخ میگن استاد دیروز سوالی داشتیم در مورد زکات یکی از دوستا پرسیده بودن که 85 گرام طلا دارم از این 85 گرام طلا اما توانمندی پرداخت پول نقد ندارم بپردازم از خود قسمتی از طلا باید کم شه و اگه کم شه وقت بنی زیوراتی است که قابل استفاده هست و استفاده میشه بنی دیگه از اون استفاده باز میمونه حکم در این راستا چی است خب 85 گرام خودش نصاب است وقتی که نصاب تکمیل میشه زکات واجب است این زکات که واجب میشه معنی چیزی که 500 انسان باقی مانده وقتی که نصاب پوره شده سال بر بالاش گذشته خود طلا و نقره پول خلقی است یعنی خلقتن فطرتن طبیعتن و پول است پس ده زکات واجب است میتونن از خودش با گرام بپردازن و اگر از با اون نمیتونن پول از اون محاسبه بکنن و از طریق پول بپردازن اگر نمیپردازن این دین به گردنشان باقی مانده امروز فردا هر فرصتی که توانمندیش پیدا کردن پولش پیدا کردن باید بپردازن ولی زکات واجب است این ساخت نمیشه بلکه بالاشان دین باقی است شما با سلامت باشین تشکر استاد یک خانم تحت کدام شرایط میتونه به اعتکاف بنشینه خب شرایط خاص زیاد نداره وقتی که فرصت ادای از این سنت و از این فضیلت دارن مصروفیت و مشغولیت جدی دیگری ندارن او رسیدگی به امورات منزل فامیل و خانواده مختل نمیشه نزاع کشمکش و اختلاف جدی در بین اعضای فامیل و خانواده به خاطر تعطیل برخی مصالح به وقوع نمیپیونده با در نظر داشت اینی فرصت ها ای فضیلت ای پاداش ای فرصت و چانس طلایی را از دست نتن و باید اتکا بنشین بسیار زیاد تشکر صد سلامت باشین جناب استاد خدا شما را به سلامت داشته باشه استفاده ها کردیم پوزش معذرت از او در دوستایی که امروز
نشد تماس شما داشته باشیم. کمترین تماسی که امروز ما داشتیم نشد که صحبت های جناب سارا قطع کنیم. پوزش از تک تک شما صفحه فیسبوک ما را زیاد نبرین، اسلام فاصله و فاصله قرآن، و شما را تماس واتساپ ما 0782 22 47 10. تا دیدار بعد خوش باشین. الله نگهدار.